بینندگان عزیز به برنامه دانش نوین خوش آمدید. من دکتر مهرنگ خزایی هستم، روانشناس بالینی و محقق در روانشناسی تحلیلی. این برنامه است علمی که هدفش گسترش علم روانشناسی، بررسی تئوری‌های دانشمندان روانشناس و تحقیقات جدید در مورد اختلالات روحی روانی است. برنامه امروز من درباره عقده حقارت هستش. عقده در لغت به معنی گره هست و در اصطلاح عامیانه فردی رو که از گره های روحی رنج میبره و همزمان دنیای روحی دیگران رو مختل میکنه عقده‌ای میگن. و در روانشناسی عقده روانی یا به انگلیسی کامپلکس یک مجموعه ای از اندیشه ها، عقاید و عقاید مربوط به هم هستش که در ناخودآگاه شخصی جای داره و حاصل تجربه های هر فرد در زندگی مخصوصا دوران کودکی هست که اونا معمولا کمبود محبت، نیاز به توجه، نیاز به دلبستگی، استقلال یا برعکس ارضای بیش از حد نیاز از طرف پدر مادر میتونه زمینه‌ای برای ریشه‌گیری عقده ها باشه. بیشتر کسانی که عقده روانی دارن خودشون از وجود اون بیخبرن، مگر اینکه در موقعیت‌های مختلف زندگی اون رو احساس کنن. یکی از عوامل اساسی مشکلات شخصیت انسان عقده حقارت یا خودکمبینی هستش. عقده حقارت با حالت افسردگی و کینه توزی همراه است که به علت ناکامی و رنج احساس حقارت به وجود میاد. عقده حقارت اختصاص به طبقه یا قشر معینی نداره، بلکه مشکل شخصیتیه که علل پیدایش اون رو باید در تربیت و پرورش اولیه فرد و روابط متقابل اون با خانواده و محیط در دوران کودکی تا بلوغ جستجو کرد. مثل تبعیض، ناز پروردگی، عدم ارزش گذاری خانواده برای کودک، عدم مسئولیت دادن و دلایلی مثل اونها که عقده حقارت رو به وجود میاره. البته عقده حقارت با احساس حقارت فرق میکنه. احساس حقارت یعنی اینکه یه نفر حس میکنه در برابر دیگران کوچیکه، خودشو دست کم میگیره، که بیشتر باور و حس یک نفر نسبت به خودش هستش. احساس حقارت گهگاهی در ما انسان‌ها وجود داره که یک احساس طبیعیه، اما مهم واکنش ما نسبت به چنین احساسیه، چون واکنش ما در برابر احساس حقارت باعث به وجود اومدن سه حالت در ما میشه. در حالت اول تلاش میکنیم که بر روی ضعف‌های خودمون پیروز بشیم و در نتیجه انگیزه بهتر برای بهتر کردن رفتارمون و عملکردهامون پیدا میکنیم. بنابراین نتیجه چنین واکنشی پیشرفت هستش. در حالت دوم ما در مورد ضعف‌ها و نقص‌هامون مدام درگیر افکار اتوماتیک میشیم که باعث بیشتر شدن احساس حقارت در ما میشه و ریشه دار میشن و تمام انگیزه های ما رو برای انجام هر فعالیتی از بین میبرن. و در حالت سوم باعث حسادت ما به دیگران و زیر پا گذاشتن دیگران به رسیدن به اهدافمون میشه. در نتیجه چنین وضعیتی ما همیشه دیگران رو مسئول شکست‌ها و اشتباهاتمون میدونیم و احساس حقارت میاد به عقده حقارت تبدیل میشه. عقده حقارت یا خودکمبینی یکی از مشکلات اساسی روان و شخصیت انسانه. افرادی که از عقده حقارت رنج میبرن رفتارهای افراطی دارن. مثلا طرد شدگی باعث میشه که فرد مدام احساس طرد شدن و دوست داشته نشدن داشته باشه، همش بگه کسی منو دوست نداره، همه منو طرد کردن، و این افراد واکنش‌های عاطفی شدید و افراطی دارن و زمانی که حس کنن در مورد محبت دیگران نیستن به شدت از اونا فاصله میگیرن.
روانشناسا علل به وجود اومدن عقده حقارت رو بیشتر در سبک فرزند پروری میدونن که اون یا بیتوجهی بیش از حد از طرف پدر مادره و یا توجه بیش از حد از طرف اونهاست. مثلا زمانی که والدین تمام خواسته های کودک رو بدون چون و چرا برآورده کنه، کودک خودش رو به عنوان یک فرد بسیار مهم تلقی میکنه که تحت هر شرایطی باید به نیازهاش پاسخ داده بشه و چنین کودکی هیچ وقت ناکامی رو تجربه نکرده. بنابراین وقتی با شرایط محدود کننده و ناکامی های محیط بیرونی روبرو میشه، احساس درموندگی و ضعف میکنه و در نتیجه یک زمینه برای شکل‌گیری عقده حقارت در اون به وجود میاد. و یا برعکس، اگر والدین احساسات کودک رو نادیده بگیرن، به اون توجه نکنن، اونو تنبیه کنن، بی محبتی کنن، در اون موقع کودک احساس امنیت و محبت رو در خانواده نداره و در نتیجه احساس بی ارزشی میکنه و خودش رو برای روبرو شدن با سختی های زندگی توانمند نمیبینه. از طرفی هم نسبت به دیگران دچار بی‌اعتمادی میشه و نتیجه چنین حالتی میتونه در اون عقده حقارت به وجود بیاره و در بزرگسالی دچار مشکلات شخصیتی و رنج‌های روانی میشه. صادق هدایت که آثارش واقعاً روایت زندگیه، اون در داستان آبچی خانوم از عقده حقارت و دردهای اون مینویسه. دردهایی که از اون صدای فریاد میاد، فریاد از نادرستی ها، ناامیدی ها، عشق ها، بن‌بست هایی که یه نفر میتونه در زندگی تجربه کنه و در هر نسلی معنای خودش رو داشته باشه. آبجی خانم داستانی بسیار پرمعنا که ما حتی میتونیم دردهای روانی انسانهای مدرن رو در اون لمس کنیم. اون قصه دختریه که به دلیل زشت بودن هرگز موفق نمیشه خواستگار پیدا کنه و سرانجام دست به خودکشی میزنه. داستان در یک فضای بسته و فقیرانه اتفاق میفته که از نظر هدایت همه مشکلات از اون سرچشمه میگیره. حالا داستان براتون میگم. آبجی خانم روایت دو خواهره که در یک خانواده سنتی زندگی میکنن که یکی زیبا و دیگری زشت هستش. خواهر زشت که اسمش آبجی خانومه امیدی به ازدواج نداره. چرا؟ چون از بچگی مادرش به اون گفته هیچ کس با تو ازدواج نمی کنه. اونم واقعا فکر کرده که کسی حاضر به ازدواج با اون نیست. یه بار مادرش سعی میکنه که اونو به عقد یه شاگرد نجار در بیاره، ولی شاگرد نجار هم اون رو نمیپسنده. اما خواهر کوچیک اون که خوشگله و اسمش ماهرخه، مورد پسند مادر و بقیه افراد خانواده است. آبجی خانم همیشه به خاطر قیافش تحقیر می شده و به خاطر این تبعیض رفتار خانوادگی همیشه افسرده و غمگین بوده. برای همین سعی می کرده که از جمع دور بمونه و در خلوت خودش باشه. اون خیلی علاقه من بوده که به مسجد و مراسم مذهبی بره، چون تنها جایی که مورد توجه قرار می گرفته و احترام و جایگاهی داشته مسجد و مراسم مذهبی بوده. اونجا همه می شناختنش. وقتی می رفت بالای مجلس می نشست، همه به اون احترام می زاشتن. همه روزخونا اونو می شناختن و خیلی مایل بودن که آبجی خانوم پای منبر اونا باشه تا مجلسشون رو از گریه و ناله و شیون خودش گرم کنه. آبجی خانم از بس که پای صحبت روحانیون نشسته بوده، همه مسائل دینی رو میدونسته، طوری که بیشتر همسایه ها وقتی مشکل و یا سوال دینی داشتن میومدن از اون کمک میگرفتن و احساس خوبی میگرفته. اما تو خونه و بین افراد خانواده جایگاهی نداشته. جز حرفای بی‌معنا، تحقیر، فحش چیزی نمی‌شنیده.
مثلا مادرش بهش میگفته میدونم تو به خواهرت حسودی میکنی، ولی بدون حسود هرگز به مقصود نمیرسه. دیگه زشتی و خوشگلی که دست من نیست، کار خداست. تقصیر من چیه که تو زشت از آب در اومدی؟ دیدی که خواستم تو رو شوهر بدم به کل حسین، اما چون قیافه نداری اون تو رو نپسندی؟ حالا دروغکی خودتو به ناخوشی زدی تا دست به سیاه و سفید نزنی و از صبح تا شب من برامون جانم از آب میکشی. خب آبجی خانم هر روز از این تحقیرها میشنیده و رنج میکشیده، افسرده میشده، کاری هم نمیتونسته بکنه. بالاخره برای خواهرش ماهروی خواستگار خوب میاد و در طول مدتی که خانواده آماده برگزاری مراسم ازدواج بودن، آبجی خانم افسرده و غمگین بوده و خودشو مریض نشون میداده تا در جمع حاضر نباشه و بیشتر تو خودش باشه. نویسنده در جایی می نویسه: در شب عروسی ماهرخ، آبجی خانم گوشه پرده رو پس زد، از پشت شیشه دید خواهرش ماهرخ بزک کرده، وسمه کشیده، جلوی روشنایی چراغ خوشگلتر از همیشه پلوی داماد که جوون 20 ساله نشسته. دور میزی که به نظر میاد روش شیرینیه با هم نشستن و گپ میزنن. داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ، یواشکی یه چیزی تو گوش اون گفت، مثل اینکه چیزی که انگار متوجه اون شده باشن. برای اینکه دل آبجی رو بسوزونن با هم خندیدن و صورت یکدیگر رو بوسیدن. از ته حیاتم صدای دنبک ننه حسن می اومد که می خوند ای یار مبارک بادا. یه باری یه احساس مخلوط از تنفر و حسادت به آبجی خانم دست داد، پرده رو انداخت، رفت روی رخت خواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودن نشست. بدون اینکه چادر سیاهشو باز کنه دستاشو زیر چونش زد و به زمین خیره شد. به گل و بوته‌های قالی خیره شده بود، مات بود، حرف نمی‌زد. هر کی می اومد و میرفت رو نمی‌دید یا سرشو بلند نمی‌کرد که اصلا کسی رو ببینه. مادرش هراسان اومد دم اتاق به اون گفت چرا شام نمی‌خوری؟ چرا گوشت تلخی می‌کنی؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا بدشکونی میکنی؟ چادر سیاهتو باز کن، بیا روی خواهرتو ببوس، بیا از پشت شیشه تماشا کن ببین عروس و داماد مثل قرص ماه شدن. مگه تو حسرت نداری؟ بیا آخر تو هم یه چیزی بگو، آخه همه میپرسن خواهرش کجاست. من نمیدونم که چه جوابی با اونا بدم. آبجی خانم فقط سرشو بلند کرد و گفت من شام خوردم. همین. نصف شب بود، بعد همه به یاد شب عروسی خوابیده بودن. یه دفعه مثل این که کسی تو آب دست و پا می زد، صدای شلاب شلوب به آب همه اهل خونه رو سراسیمه از خواب بیدار کرد. اول به خیالشون گربه افتاده تو حوض، سر و پا برهنه چراغ رو روشن کردن، هر کجا رو دیدن چیزی ندیدن. وقتی برگشتن برن بخوابن، ننه حسن دید دمپایی آبجی خانم نزدیک دریچه آبانبار افتاده. چراغ برد جلو، دید نعش آبجی خانم اومده رو آب. موهای بافته و سیاه اون مثل مار دور گردنش پیچیده شده بود. صورت اون یه حالت نورانی داشت، مثل این بود که اون رفته بود به یه جایی که نه زشتی، نه خوشگلی، نه عروسی، نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در اونجا وجود نداشت. اون رفته بود به بهشت. هدایت در این داستان غم‌انگیز میخواد به ما نشون بده که این دو خواهر هر دو قربانی قراردادها، معیارها و خرافات جامعه زمانه خودشون شدن که رنج و سختی زندگیشون رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم شخصیت پردازی کرد و احساس مخلوط از تنفر و حسادت و خشونت‌های روانی رو
بیان میکنه که این نوع رفتارها باعث بروز روحیه پوچ یا خودنابودسازی میشه و به افسردگی و در نهایت خودکشی ختم میشه. اما در تحلیل روانشناسی، خانواده‌ای که محبت کافی به کودکشون نکنن، خانواده نابسامانه که باعث نارسایی در رشد جسمی، عاطفی و به خصوص اجتماعی کودک میشه. باعث با وجود اومدن عقده حقارت و مشکلات روانی میشه. کودکان شخصیت‌ها و ویژگی‌های متفاوت دارن. همینطور انتظارات متفاوت از پدر مادر دارن. خیلی از مواقع رفتارهای سخت والدین، نابرابری‌های غیر منطقی درشون ایجاد می‌کنه که به روی روان کودک تأثیر می‌ذاره. تفاوت گذاشتن والدین بین فرزندها باعث ایجاد عقده حقارت در یکی و حس خود بزرگبینی در دیگری میشه که میتونه باعث بروز حسادت و صدمه‌های جبران ناپذیر روانی در محیط خانواده بشه که بسیار ناسالم هست و مشکلات روانی در بزرگسالی خواهند داشت. خب بینندگان عزیز، حالا بزنین یه آهنگ با هم گوش بدیم و بعد من برای شما درباره عقده حقارت توضیحات بیشتری خواهم داد. پس با ما باشین. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این آهنگ زیبا که براتون پخش شد لذت برده باشین. حالا برگردیم به بحث درباره عقده حقارت. گذروندن زندگی با این اعتقاد که دیگران از شما بهتر هستند یا اینکه دیگران شما رو به دلیل برخی کمبودها یا موارد دیگه ناکافی میتونه چالش برانگیز و رنج آور باشه. اگه شما هم احساس میکنید که دچار عقده حقارت یا احساس حقارت هستید، بهتره که یه نگاهی به برخی از کارهایی که برای کنار اومدن با اونا میتونید انجام بدید بندازید. سعی کنید که خودتون رو همونطور که هستید بپذیرید. خب حتما میپرسید که من چطور میتونم خودم رو بپذیرم؟ اولین راه اینه که عزت نفس خودتون رو بالا ببرید. عزت نفس یا به انگلیسی سلف استیم، یک اصطلاحیه در روانشناسی که بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش‌های خودشه. عزت نفس در واقع برداشت و قضاوتیه که شما از خودتون دارید که تعیین کننده چگونگی برخورد شما با مسائل مختلف هست. کسی که عزت نفس پایین داره و برای خودش ارزش و احترامی قائل نیست، ممکنه دچار عقده حقارت بشه، انزوا، گوشه‌گیری یا پرخاشگری بشه. بنابراین عزت نفس مجموعی از افکار، احساسات، عواطف و تجربه هایی است که در مسیر زندگی اجتماعی شکل میگیره و باعث میشه که ما نسبت به خودمون احساس ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن رو داشته باشیم. به این معنی که ما میاندیشیم که آدم باهوش هستیم یا کودن. احساس میکنیم که شخص منفور هستیم یا دوست داشتنی. مورد قبول و اطمینان دیگران هستیم یا نیستیم. خودمون رو دوست داریم یا نداریم. اینا رو همش بهش میگن عزت نفس. دیگه این که در مواجهه با عقده حقارت سعی کنید که علل حقارت رو ریشه یابی کنید. این ریشه ممکنه به سادگی یه تجربه بعد دوران کودکی باشه، مثل طرد شدن یا رها شدن یا تنها گذاشته شدن و یا مسخره شدن و یا چیزهای بدتر که خود فرد میدونه که چه بر سرش اومده. وقتی تجارب بدشناسایی شد، اونا رو به فراموشی بسپارید و با افکار مثبت جایگزینشون کنید. دیگه اینکه هر روز درباره خودتون قضاوت‌های بیجا نکنید که چرا من چاقم یا من چقدر لاغرم، چرا امروز زشت شدم، یا من میدونم که کسی منو دوست نداره. تا میتونید از احساسات منفی دوری کنید، سعی کنید به موفقیتاتون، استعداداتون و بهتریاتون فکر کنید.
همیشه یادتون باشه که نقاط مثبت در هر انسان از نقاط ضعف اون بیشتره و همه چی به تصمیم ها و انتخاب های درست هر شخصی بستگی داره. برای همین سعی کنید برای هر کاری که انجام میدید از اون لذت ببرید، خودتون رو همیشه بالا بگیرین، از خود یعنی از همه بهتر بدونید که هستید. همیشه برای داشته هاتون شکرگزار باشین. خوشبختی هرگز به سراغ کسایی که برای داشته هاشون شکرگزار نیستن نخواهد اومد. شما با ایمان قوی و درک از مشکلات میتونید در سختترین زمان خوشحالترین آدم باشید. زندگی را آسون بگیرید، از مشکلات نترسید. یادتون باشه زندگی یعنی همین پروازها، صبح ها، لبخند ها، آواز ها. سعی کنید که از اونها لذت ببرید. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. مواظب خودتون باشین، مواظب سلامتیتون باشین، مواظب روانتون باشین و من تا هفته آینده اوقات بسیار خوشی رو برای شما آرزو دارم.